فرمود که زنها به مردها تمایل دارن و مردها به زنها. پس افراد همجنسگرا هستن. آفه، عجب سوال حرفه‌ای خوبی. این سوال خیلی هست، چرا افراد چجوری همجنسگرا میشن؟ این سوال سوال خیلی خوبیه. خوب گوش کنید، یکی از شبهات اساسی جامعه برطرف میشه، نه فقط شما، یعنی شما میتونید به حرف بزنید. خوب نگاه کنید، آدم ها وقتی به مطلوبیت خودشون میرسن از اون حالت چیه؟ بگید. خوششونه. گفتیم مطلوبیت ها چی هست؟ قضا، حس غرور، تشویق شدن، هر چیزی. و کنار اینا هر چی تکرار بشه از اون هم چیه؟ خوششون میاد. ببینم از اون هم خوششون میاد. سواله یا از این کاغذ هست؟ آن سوال. چون من کلا آدم شفافی هم، هر چی بیارم میخونم، فوشم بنویسم میخونم. میگه نفر رفته داشت سخنرانی میکرد، بعد یه نفر براش فوش مادر نوشت، بعد اینم نشون میکنه که گفتش که بله 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 بله، یکی از عزیزان هستن برای والدشون التماس دعای ویژه دارن. همه دستا رو ببرن بالا، دعای ویژه بکنن. حالا قرار اینو خوب گوش کنید. پس ما به چیزی که شرطیم، اون عنصر شرطیشان، با اون میل پیدا میکنیم. یکی از اینها گفتیم مسئله، چون سوال جنسیه یا هم جنسگرا چیه، دقت بکنید، اینه که تحریک‌های جنسیه. فردی که گوش کنید فیلم‌های پورن می‌بینه، یا عذر می‌خوام، دوچار خود ارضاییه، به من بگید به چی داره شرطی میشه؟ دقت کنید، به خودش. گرفتی چی شد؟ توی فیلم اگر زن داره میبینه مردم میبینه، اگه مرد داره میبینه زنم داره میبینه، به کل اونا شرطی میشه. متوجه شد چی شد؟ کسایی که دوچار گرایش میل به بچه ها داشتن. چند وقت پیش دکتر روانشناسی از هلند اومده بود ایران، اومده بود دفتر ما، یکی از سخنرانی بنده شنیده بود. ایشون کار میکرد روی این داعشیایی که نوجوانای داعشی که به داعش ملحق میشن تو اروپا، اینا میفرستن مشاوره پیش ایشون. بعد لطف داشت به ما، میگفت من برخی از روشای برخورد با اینا تو سخنرانی تو بیرون کشیدم. داشتم صحبت میکردم، میگفت در هلند، میگفت جز روشای منسوخ منتها به خاطر حقوق بشر و این جور چیزا، کسایی که دچار این مشکل بودن مثلا به بچه‌ها میل داشتن، و میگفت من چه درمونشو میکردم، یه عکس میذاشتن جلوشون، یه دفتر کتابچه، صندلیشون برق بهش وصل بود. این عکس‌ها رو نگاه که میکرد، از بالا یه دوربین بود، این یه نفرم اپراتور نشسته بود پشت دکمه، به عکس بچه که میرسید عکس‌های مختلف، عکس زن میذاشتن براش، زن برهنه میذاشتن که این برگرده دوباره تنظیمات کارخونه. آره آره همینه، برگرده تنظیمات کارخونه. این وقتی عکس بچه رو میگه میدید، میگفت این شوک الکتریکی بهش میدادن، هی تکرار میشه تکرار میشه. میگفت بعد از یه دوره درمانی دیگه از بچه بدش میومد. شرطی میکنن آدم. الان میگفت برش داشتن با این روش برخورد میکنن، میگن غیر چیزه، یعنی برق بس کردن به انسان ها و حقوق بشر این چیزا، وگرنه درمان میشد یارو. و اگر اضافه تر ادامه پیدا میکرده، اگه تو خیابون بچه میدیده در میرفته یارو، میترسیده، شوک بهش وارد میشده، ممکنه بوده ضربه بزنه به بچه، یعنی این حس انمی و دشمن داشته بهش. فردی که شروع میکنه خود ارضایی کردن، فردی که شروع میکنه فیلم هایی رو نگاه کردن، به کل به خودش شرطی میشه. خودش جنسش چیه؟ خودش دیگه. فلزا در جامعه ای که درست ازدواج با غیر هم جنس صورت نگرفت، خود ارضایی باب میشه بعدش. بعد از خود ارضایی منتظر چی باشید؟ هم جنس گرایی. ما الان یک گرایش انحرافی در انحراف جنسی داریم به عنوان فوت فتیش ها. اینا کسایی هستند که با پای یک نفر تحریک میشن. کار به یه جایی میرسه و حد اینا بیمار میشن که کفش یک نفر رو ببینن تحریک میشن. اینا رو چطور درمان کنم؟ من پرسیدم، پزشکای خودمون ایران مملکت خودم پرسیدم، از این هلندی هم پرسیدم. پرسیدم گفتم چطور اینا رو درمان میکنید؟ میگفت ما یک دوره طولانی مدت 6 ماه یک ساله از اینها میخوایم فقط روابط جنسی درست داشته باشن و پرهیز بکنن از اون چیزی که قبلا اینا چیکار میکره؟ تحریک میکره، نمیخواد برقم بس کنه. متوجه شد چی میگم؟ به مرور زمان چی میشه؟ میگفت برمیگردن رو تنظیمات کارخونه. الان جیگرایشات مثلا توی جامعه ما که ازدواج کردن، مثلا پسرها ممکنه میل به لواط پیدا کنن،
لوات هم جنس گرایی بین دو تا مرد، قوم لوط لوات کارشون قرآن اینو میگه پیدا میکنن. بعد این تو جامعه چی میشه بگید؟ رواج که پیدا میشه این میشه بیس جنسی جامعه. متوجه شدی؟ بعد اینا هم جنس گرایی بینشون پیشه، همزمان داره طرف خود ارضایی هم میکنه، به جنس خودش میل داره. حالا یک سوال خوب دقت، این نکته خیلی ظریفش همینجاست، همین رو گفتم بیم برسن. پس اون بچه، اون پسر بچه، اون پسر نوجوانه ذاتاً میل به چی داره؟ به غیر همجنس، چون تو جامعه در دسترسش نبوده، محدودش کردن، هر جوری میل پیدا کرده به چی؟ رفته لاجرم به سراغ چی؟ همجنس خودش. بعد به خاطر این کار زیاد تکرار کرده دیگه به این شرطی شده. درست شده؟ درست شد؟ پس هورمون‌های بدنش ترشح می‌شد بر مبنای چی؟ بگید. غیر همجنس. اما تغییر که شد روی چی؟ همجنس. پس کسانی که هورمون‌های بدنشون بای دیفالت روی همجنس تنظیمه، اگر با غیر همجنس ارتباط درست داشته باشن، ازدواج بکنن، بعد چند وقت تغییراتش میره رو اون یکی. من عکسشو گفتم دیگه، پس اونم شده. پس این بهانه است که ما هورمونامون اینجوریه، اونم میدونم فرق. یک بخشش بهانه است، منصف باشی. بخشم قابل درمان و یعنی با قرص و یه سوال دیگه، چرا اخیرا همجنسگرایی اینقدر زیاد شده؟ چون مد شده، چون باب شده. گفتم جامعه بیفته تو مودش همینجوری پیش، طرف براش جذابه رابطه دو تا همجنس، میزنه تو اینترنت نگاه میکنه، بعد خوشش میاد از اون روابط، عضو میخوام روابط جنسی که جمعیه داره شکل میگیره. میدونی چیا؟ به خاطر دیدن فیلم های پرنه. تو فیلم پرن طرف یه نفر رو که نمیبینه، یه جمعی رو میبینه، فلذا باید همیشه اون جمع باشه تا این تحریک بشه. کدام حیوان اینجوریه؟ خوک. خوک اول باید رابطه جنسی مادرش رو با یه نر دیگه ببینه، بعد تحریک میشه میره. بابا اینا همش دانش روزه. من خوبه گفتم روانشناس هلندی، اون خارجی خارج.